پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی و آغاز واریز یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی، یارانه برخی از افراد از جمله معلولان که پیش از این جزو دهک‌های یارانه بگیر محسوب می‌شدند، حذف شد. این موضوع در شرایطی رخ داده که هزینه تامین اقلام بهداشتی و داروی مورد نیاز آنها چند برابر افزایش داشته است. یکی از دلایل حذف یارانه این گروه امکانی بود که 10 سال پیش سازمان بهزیستی برای واردات خودرو توسط معلولان ایجاد کرد. سال 1391 سازمان بهزیستی اعلام کرد که قرار است تسهیلاتی برای ورود خودروهای مناسب سازی شده خارجی به معلولان ارائه شود. در آن دوره با مصوبه دولت 4700 نفر از معلولان این امکان را داشتند که با تخفیف 3 میلیون تومانی در عوارض گمرکی نسبت به واردات خودروهای خارجی اقدام کنند. برای اجرای کار هم سایتی راه اندازی شد و بیش از 20 هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. همان زمان هم نسبت به این طرح ایرادهایی وارد شد. حالا این امتیاز باعث شده یارانه این افراد قطع شود، چون قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و آنها در دهک‌هایی که نیاز به گرفتن یارانه ندارند طبقه بندی می‌شوند، چه از این امتیاز استفاده کرده باشند چه به شخص دیگری واگذار شده باشد. خب من شنیدم که برای اون افرادی که این یارانه تعلق گرفته از طریق پیامک براشون ارسال میشه که مبلغی که براشون واریز شده منتها مسدود هست، و چون این پیامک برای من نیومد متوجه شدم که این یارانه قطع شده. علت رو اول پیگیری کردیم توسط همون کدای راهنمایی که اعلام شده بود، بعد متوجه شدیم که گفتن گردش مالی بالا دارم و عرض میکنم خدمتون که بنده و دو نفر فرزندانم هم جزو حقوق بگیر هستن و همه اینا رو سرجم اومده بودن که گفته بودن جزو دهک دهم حساب میشن. بنده چون مدیر عامل انجمن تخصصی معلولین ایران هستم و 28 سالی که در حوزه افراد دارای معلولیت به صورت رسمی داریم فعالیت میکنیم، میدونید که مجامع عمومی میان یک تنخواهی رو مصوب میکنن که این تنخواه توسط مسئولین در سرفصلهایی که تعریف شده باید خرج بشه و این مخارج رو ماه به ماه به ما گزارشش رو به حسابداری میدن و دوباره این تنخواه شارژ میشه. خب طبیعیه که این گردش مالی یه مقدار توی این بخش هستش و از اون طرف بحثی که هستش اینه که افراد دارای معلولیت هزینه های پنهان در زندگی خیلی زیاد دارن. یعنی اینکه شما نگاه میکنید میبینید هزینه درمان، هزینه خرید وسایل توانبخشی، هزینه های عرض میکنم خدمتون که مسائل کلینیکیشون، هزینه مسائل بهداشتیشون، هزینه ایافزهاب، یک خودرو برای یک فرد دارای معلولیت مثل پاشه و وقتی یک فرد دارای معلولیت یک خودرویی رو داره استفاده میکنه به تبع اون هزینه های تعمیرات اون، هزینه های سوختش، همه اینها به زندگیش داره تحمیل میشه. این مصوبه هیئت محترم وزیران بود که به تعدادی از افراد دارای معلولیتی که اینها هم اومدن غربال شدن، یعنی سازمان بهزیستی کشور از بین 80 خورده هزار نفر اومد حدود 4700 نفر رو غربال کرد که این افراد واقعا نیازشون به داشتن خودرو احساس شد که باید داشته باشن، از اون امتیاز استفاده کنن. خب این امتیاز رو به یه سری معلولین اعلام شد، یه تعداد خیلی، تازه تا اونجا که من اطلاع دارم یه تعداد خیلی محدودی از اینها موفق شدن که خودرو وارد کنن. در همون موقعی هم که این خودرو رو وارد کردن دو تا مطلب وجود داشت. فرض کنید مثلا خودرو اومده قیمتش بوده اون موقع 90 میلیون تومان، 80 میلیون تومان. خب تورم تو این مملکت یه شکلی شده که همون خودرو یا به خاطر همون حبابی که میگن به دلیل عدم واردات خودرو بوده، اون خودرو اومده رسیده به 500 میلیون تومان، 600 میلیون تومان. خب میدونید خودرو به عنوان سرمایه که حساب نمیشه، یه حادثه، یه تصادف ممکنه که تمام اون سرمایه از بین بره. ضمن اینکه اون فرد دارای معلولیت اون رو نبرده بفروشه، اومده ازش به عنوان
ابزار توانبخشی برای ایاب زهاب خودش استفاده کرده، اینه که اون سرفصل رو بیان مثلا بگن خب پس شما متمول بودید، به نظرم یه مقدار تضییع از حقوق همین بچه ها هستش، به خاطر اینکه تمام این سیکل به صورت قانونی و قانونمند با مصوبه هیئت محترم وزیران در جهت کمک به همین قشر آسیب پذیر انجام شده. این نبوده که مثلا به فرض بگیرید که وضعیت اجتماعیشون تغییری بخواد بکنه و شاخص درآمدهاشون بخواد تغییری بکنه. یه خودرویی هستش که زیر پاشون هست دارن استفاده میکنه. سازمان بهزیستی اومد بر اساس نوع شدت معلولیت و اینکه فرد دارای گواهینامه هست اومد این امتیاز رو قائل شد، ولی توجه نکرد که همون موقع زمانی هم واقعا برای بچه‌هایی که وضعیت اجتماعی خوبی نداشتن و بسیارشون هم عدم آگاهی خب نمیتونستن این خودرو رو وارد کنن، یه سری افراد دلال و واسطه که همیشه همه جا هم هستن، همین امروز هم اگر یک مثلا به فرض بگیر امتیازی به یک فرد حالا جانبازی هم داده بشه دوره بر اونا هم هستن یا خیلی کسای دیگه، اومدن این امتیاز رو از یه تعدادی از این بچه ها با قیمتهای خیلی پایینی خریداری کردن. حالا بعضا من حتی شنیدم بعضی از افراد تا 5 میلیون تومان و 6 میلیون تومان این امتیازش رو فروختن، بعضی هم تا 25 میلیون تومان امتیازشون رو فروختن. خب در هر صورت خود شما میدونید این مسائل و مشکلات بچه های داره معلولیت خود عمدتاً باعث میشه که اینا رو به همین قضیه بیارن، یعنی طرف احساس میکنه خب من که نمیتونم این خودرو رو بیارم، بذار لااقل این 5 میلیون تومان رو بگیرم به یک زخم زندگیم بزنم، ولی غافل از این که گرفتن همین خیلی از امتیازات قانونی خودش رو هم داره ازش سلب میشه. از کنم خدمت شما که یاران خب قبلا که 45500 تومان بود اصلا ارزش پیگیری هم به نظر من نداشت، چون دنبالش رفتن خودش بیشتر هزینه داشته این که بخواییم کار بکنیم. بعد از این قضایه به صلاح که همه اجناس حداقل 3-4 برابر شد و گرون شد، گفتن که یه یارانه ای رو بر مبنای حالا تعداد خانوار نفری حالا 400 تومان 300 تومان بسته به اون دهکی قرار میگیرن براشو پرداخت بکنن. اون موقع خب یه مقداری در واقع حساس‌تر شد که من پیگیری کردم توی سامانه برای همه در واقع دوستانی که داشتیم و حالا باشون ارتباط داشتیم، گفتن که برای ما واریز شده و این پول توی حساب ما اومده. مال من چون واریز نشده بود داخل سایت مراجعه کردم، نوشته بود که شما به دلیل اینکه حالا خودروی در واقع لوکس دارید و گردش مثلا مالیتون ممکنه یه مقداری بالا بوده باشه و اینا، فعلا شما جز دهک آخر قرار میگیرید و یارانه به شما تعلق نمیگیره. من داخل سایت طبق روالی که حالا اعلام کرده بودن اعتراض رو ثبت کردم. بعد از اینکه اعتراض رو ثبت کردم یه مبلغ 1200 به حساب من واریز شد، منتها نوشتن که این حساب مسدوده تا جواب اعتراض شما دوباره مشخص بشه. حالا اون گردش های مالی که خب ما چون بالاخره توی این شرکت تعاونی معلولین داریم کار میکنیم و اینجا هم بچه های معلول در واقع ایجاد اشتغال براشون میکنیم و کار میکنن، ما گردشی که حالا انجام میشه به سبب اون تنخواهی که در واقع واریز میشه، چون من مدیر مالی مجموعه هم هستم، در واقع این گردش حساب ممکنه به لحاظ حالا این شرکت بوده باشه که در واقع هیچ کدومش بحث شخصی نیست، چون بالاخره ما حقوقمون مشخصه، حقوق ثابتی که داریم مشخصه و اون گردش هایی که حالا بعضا اعلام میکنن اصلا جنبه شخصی نداره. خودرو هم که خودرویی بوده که خود سازمان بهزیستی مجوزش رو داده، بعد 5 سال حق فروش در واقع ما نداریم اصلا این خودرو رو. اون زمانی هم که خودرو رو به ما دادن با توجه به بحث حالا ارزش دلار و اون قضایای واردات، مثلا این خودرو برای ما هولوش تقریبا 100 میلیون کمتر از 100 میلیون مثلا تموم شد. حالا تورم کشور به نوعی بوده که الان خودرو رسیده مثلا به 700 800 میلیون، دیگه اون به عنوان سرمایه در واقع نمیشه ازش استفاده، چون من یه خودرو بالاخره دارم، خودروی شخصی دارم سوار میشم، حالا چه 100 میلیون قیمتش باشه چه 500 میلیون، بالاخره من
قدرت جابجایی خودرو ندارم که بگیم آقا اینو من بفروشم باز یه مقداری بذارم خودروی بهتری بخرم، نه، همون خودرویی که در واقع داریم و داریم ازش استفاده میکنیم به این شکل هستش. بهزیستی هم طبق روال گفتن که اونایی که از معلولینی که در واقع یارانهشون قطع شده توی سایت فعلا اعتراض بکنن تا بعد جواب اعتراضش بیاد، حالا بعدش میخوان حالا کاری انجام بدن یا ندن که دیگه اونو من نمیدونم. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت قطع یارانه برخی معلولان تحت پوشش بهزیستی گفته بود که ملاک واریز یارانه جدید تحت پوشش بهزیستی بودن نبوده است، بلکه وضعیت مالی خانوار ملاک قرار دارد. البته این افراد اگر اعتراضی دارند می توانند از طریق راه‌های یاد شده اعتراض خود را ثبت کنند.